ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او در رابطه با آینده حزب الله لبنان و شرایط منطقه پس از سید حسن نصرالله پرسیدم. پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را با هم ببینیم و بشنویم. ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، با توجه به سوالی که مطرح کردید، پیامدهای کشته شدن سید حسن نصرالله، باید عرض کنم که این مسئله در سه بعد داخلی، منطقی و بین‌المللی در ابتدا قابل تحلیل هست. در بعد داخلی که مربوط به اوضاع داخلی لبنان میشه، طبیعتاً گروه حزب الله همواره به عنوان یکی از موانع گذار به سمت ایجاد دولت مستقل در لبنان مطرح میشد و تلاشهایی که از طرف احزاب مختلف و نهادهای دیگری مثل پارلمان لبنان همواره تلاش میکردن، به ویژه آقای نبیه بری، که یک تعادلی بین دیدگاه های تند حزب الله و دولت قانونی لبنان داشته باشند. من به نظرم میاد که در داخل لبنان ما شاهد بروز یک ثبات سیاسی در نحوه شکلی یک دولت مستقل ملی خواهیم شد. در عرصه منطقه خوب همه کشورهای پیرامون منطقه کاملا مطلع هستند که سید حسن نصرالله به عنوان یک عامل نیابتی از طرف جمهوری اسلامی بوده و همواره تلاش میکرد که بخشی از معادله قدرت‌سازی جمهوری اسلامی بشه. کشته شدن نصرالله به عنوان میشه گفت بزرگترین بازوی اجرایی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه موجب بروز یک سری تنش‌ها خواهد شد، و اینکه ما این ارزیابی رو داشته باشیم که کشورهای منطقه چه واکنشی نشون خواهند داد، طبیعتاً سایر گروه‌های نیابتی هم من فکر می‌کنم که به همون سرنوشت دچار خواهند شد، مگر اینکه معادلات جدیدی رو در عرصه تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی ما شاهد باشیم، که من بعد از اشاره به ابعاد بین المللی این مسئله مطرح خواهم کرد. در بخش بین المللی طبیعتاً با توجه به نگاه های تندی که از طرف جامعه بین الملل نسبت به تشدید تنش ها از سوی جمهوری اسلامی در منطقه مشاهد هستیم، و اسرائیل همواره تلاش میکنه که یک ائتلاف قدرتمند رو در مقابل جمهوری اسلامی بسازه، طبیعتاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت. ولی اگر برگردیم به اون چیزی رو که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به تبعات کشتن سید حسن نصرالله، بسیار ابعاد مهمتری رو باید بهش اشاره کنیم، و اون همینه که با توجه به فرایند سکوت استراتژیک یا سکوت مصلحتی خامنه‌ای در قبال فعالیت‌های گروه‌های نیابتی به ویژه حزب الله در منطقه، من تصورم این هست که قربانیانی که از داخل جریان‌های نظامی ایران به ویژه سپاه ما در منطقه داشتیم، به ویژه در لبنان، این باعث بروز یک شتاب فزاینده از طرف بخش نظامی در داخل کشور و فشار به آقای خامنه‌ای برای خارج شدن از لاک دفاعی بشه. این اثر منفیش رو که میتونه بسیار خطرناک باشه در این بخش خواهد گذاشت که برخی از گروه های دیگر نیابتی دیگر یا سر خود عمل کنن یا مبتنی بر نظرات هژمونی ساز سپاه در خارج از کشور عمل کنن. بنابراین ما شاهد بروز یا تشدید فضای امنیتی نظامی در لایه های قدرت در جمهوری اسلامی خواهیم شد، و من تصورم این هست در مراحل نهایی که آقای پزشکیان که با هدف معرفی دکترین سیاسی جدید خود که به آمریکا سفر کرده بود، در این مسیر دچار چالش هایی خواهد شد که بتونه این تعادل رو دوباره به نفع خودش برقرار بکنه، چرا که بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله و احتمال تداوم سکوت آقای خامنه‌ای برای انتقام، ما شاهد بروز یک اختلافات جدی بین جمهوری دولت آقای پزشکیان و مقامات نظامی و سپاه خواهیم شد. خیلی ممنون.
با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که دعوت ما را پیرامون این خبر پذیرفتند.